در قدیم فالگیری و رفتن پیش رمال کار بسیار سختی بود و احتمال پیدا کردن یه فالگیر بسیار ضعیف بود، یعنی خیلی دشوار بود. اما امروزه با وجود این امکانات رفتن پیش رمال و فالگیر از هر کاری آسان‌تر شده، فقط با یک کلیک، از طریق پیامک های تلفن همراه و واتساپ و اینترنت، از طریق سایت ها و تلویزیون، اینترنت و اینها، خرید روزنامه و مجله، بله همین مجله و روزنامه هایی که طالبینی در آن هاست، برج شما برج هوت هست و در آن مجله ها میخوانی در این هفته خبر خوشایندی میشنوی، خبر بدی میشنوی، مسافرت میکنی، چیزی را گم میکنی و کارهای دیگر. وقتی دارید این صفحه طالبینی را نگاه میکنید، این دقیقا همان رفتن پیش فالگیر و رمال است. کفبینی و فال قهوه، همه اینها مثل رفتن پیش فالگیر و رمال است برادر من. یعنی تصاویر، پیامک، کانال های تلویزیونی و روزنامه ها و مجلات کفبینی، همش یه جور، فرقی نداره. اگه پیش رمال و فالگیر بری 40 روز نمازت قبول نمیشه و چنانچه باور کنی به دین محمد کافر شدی. مثلا پیامکی برای موبایلت میاد، شما هدفی داری که کمی برایت مشکل شده، برای من پیامکی بفرست و اسم خود و همسر و یا معشوقت رو بفرست، یا پیامکی برات میاد میگه میخوای بدونی چه شخصیتی داری، از کدام نوع هستی، عصبی، عاطفی، رمانتیک یا غیره. اگه شما براشون پیامکی بفرستی که اسم خودت رو مینویسی، به محض اینکه جوابشون رو مینویسی به مدت 40 روز نمازت قبول نیست. بعدش اونا در جواب برات مینویسن مثلا خوشبخت، عصبی، بدبخت، عاطفی یا فلان هستی، و اگه باور کنی به دین محمد کافر میشی. سوال ها برای پایان درس، فکر کنم اینها رو اساتید خودمون درست میکنن. خب پس این کارها در این روزها بسیار رواج پیدا کرده و ما در موردشون اطلاعاتی نداریم. به خدا قسم حتی از طلبه های خودمونم در این دام میافتن. شاید باورتون نشه، یه دفعه یکی از طلاب با من تماس گرفت و گفت دیشب من مرتکب فلان و فلان شدم. یعنی داشت در مورد خودش میگفت که مرتکب کفر اکبر شده بود. جلال چیه؟ میگفت از خارج از عربستان سعودی یکی با من تماس گرفت و گفت فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت خب ما برادران شما در فلان منطقه هستیم و میخوایم بعضی نظریاتتو برات روشن کنیم. گفتم خوبه بفرمایید. گفتن اسمت چیه؟ گفتم فلان و اسم مادرم هم گفتم و چندین سوال دیگه. اون طلبه گفت تمام حرفاشونو باور کردم در چند ثانیه. بعضی وقتا شما اون طالبینی ها رو باور نمی کنید و میگی تفریحیه. سبحان الله، با کفر اکبر تفریح میکنی؟ با شرک؟ یعنی دارم میخونم، بهش اعتقادی ندارم. یا این شخصی که فال قهوه میگیره بهش اعتقادی ندارم، فقط همینجوری برای سرگرمیه. ولی شاید چند روز بعد یه چیزی برات پیش بیاد، میگی سبحان الله، دقیقا مثل همونی که اون فالگیر خبیث گفت، یا دقیقا همونی که تو مجله خوندم. یعنی به این رمالی باور کردی بعد از چند روز. بعضی ها میگن من با این فالگیرهایی که از خارج تماس میگیرن صحبت میکنم و صحبتم رو کش میدم ببینم دارن چی میگن. خب وقتی هر کارو میشنوی بعدا شاید باور کنی و با این کارت به دین محمد کفر کردی، به همین راحتی.